وزارت دفاع آمریکا میگوید نیروی هوایی این کشور در شهر رقه سوریه عملیاتی انجام داده که هدفش جان جهادی شبه نظامی تحصیل کرده بریتانیا بوده است یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود میگوید حمله روز پنجشنبه با پهپاد یا درون به اتومبیل محمد انوازی موسوم به جان جهادی انجام گرفت و او احتمالاً کشته شده اما مرگ وی تایید نشده است در همین حال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت هنوز قطعی نیست که اموازی در این حمله کشته شده باشد اما تاکید کرد که حمله روز پنجشنبه به خودرویی که احتمال میرود رود اموازی در آن بود نتیجه ی همکاری اطلاعاتی شبانه روزی آمریکا و بریتانیا بوده است شب گذشته آمریکا حمله هوایی در رقه در سوریه انجام داد که محمد اموازی جلاد داعش موسوم به جان جهادی هدف آن بود آقای کامرون اموازی را جلاد داعش خواند گفته می شود محمد اموازی متولد کویت و شهروند بریتانیا است یکی از گرگان های پیشین داعش او را جانی روانی توصیف کرده است که از تهدید به جان گرگان های لذت می پرد. هاویر اسپینوزا خبرنگار اسپانیایی که شش ماه در سال 2013 گروگان داعش در سوریه بود میگوید اموازی دقیقا چگونگی گردن زدن گروگانها ها را تشریح می کرد در تعدادی از ویدیوهایی که افراد داعش در حال بریدن گردن گرگان های خود بودند حضور داشت ستیون ساتلاف و جیمز فولی خبرنگاران آمریکایی عبدالرحمن کاسیک امدادگر آمریکایی دیوید هینز و آلن هنینگ امدادگران بریتانیایی و کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی از گرگان هایی هستند که گردن زدن آنها در شبکه آنلاین منتشر شده بود مقام های اطلاعاتی بریتانیا میگویند اموازی از سال 2009 به علت ارتباط با تروریسم در سومالی در فهرست مزنونان به تروریسم بود اما نمی توانستند قانونا از سفر او به سوریه جلوگیری کنند بابک راد صدای آمریکا